الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امشب هم چند دقیقه نسبت به مبحث گذشته مذاکره بشد و از این مبحث بگذاریم. انسان به ما هو انسان، انسانی که مجرد از اکتساب آلودگی هاست، مثل آدم ابوالبشر، صلوات الله و سلامه علیه، که این انسان آلودگی اطلاب ارحام رو نداره، آلودگی به معصیت دنیا و کفر و جلالت دنیا رو نداره. اول انسانی که خدا آفرینش کرده، حالا همین آدم اون اول انسانه یا آدم آخر از بحث ما خارجه. انسان به ما هو انسان که آلودگی به اکتسابات این نشعه مادر دارانی یه همچی انسانی اگر یک راه حق و یک راه باطل برای انسان باشه، راه حق عبارت از اینه که ایمان به خدا، به هدایت، به راه حق و اطاعت خدا و استفاده از جهان ماده، از مأکولات و مشروبات و ملبوسات و مسکن و ازدواج و جمیع مشتریات هم استفاده کنه، ولیکن استفادش از ماده محدود به این حدودی که از ماده تا اونجای استفاده کنه که عصیان خدا نباشه، حقوق دیگران تضمینش، حدود الهی ضایع نشه. ننگه از ماده استفاده نکنه، بکنه ولیکن ماده محدود باشه، اینقدر از این طیبات و ثمار و مشتهیات استفاده کنه، ولی استفاده که حق دیگران هم تضمینش. این یه راه بر انسان. اگر انسان در این مسیر قرار بگیره، مورد تایید الهی هم هست، یعنی ایمانش ازدیاد پیدا میکنه، هدایتش ازدیاد پیدا میکنه، اطاعت خدا منشه برکات میشه، جز صلحا میشه، جز اولیا میشه. یه راه. راه دوم اینه که از
مادیات لا به شرط استفاده کنه، از ماده میخواد استفاده کنه، میخواد حقیقه تجدید بشه یا نه، یا از مشتهیات استفاده کنه، میخواد معصیت الهی بشه، میخواد معصیت الهی نشه. این راه راه باطله. حالا این انسان که ابوالبشره و این انسان به حسب نفوس بشری هم آلوده به آلودگی های نجاری پیدا نکرده، آلودگی به این معاصی جهانی هم پیدا نکرده، آیا یه همچی انسانی را که خدا هم درش نفس و دیگه گذاشته و هم عقل و دیگه گذاشته، هم نورانیت داره، با یه همچی انسانی اگر بگم تو ایمان به خدا بیار، هدایت پیدا کن و در مادیات هم تا اونجایی برو که حقوق دیگران تجدید نشه، حدود الهی تجدید نشه، آیا این مختار در این دو راه که راه حق انتخاب بکنه بره سراغ مادیات و بندگی خدا و اطاعت خدا و چون که نفسم نفس آلودنیست اهل هدایته، یا این که لابشت در مادیات سیر در ماده پیدا کنه، هر مادهی بدون قید حلال و حرام و حدود الهی متکب بشه، آیا یه همچی انسانی یه همچی آفرینشی که خدا کرده این آفرینشی موجود موجودیست که فکرتش هدایته، این موجود فکرتش ایمانه چون که آلودگی هم پیدا نکرده و اطاعت خدا برخلاف فطرته، و اگر مادیات هم تا سرحد عدم تجاوز به حقوق دیگران و حدود دیگران این خلاف مقتضای فطرت بشریه است یا این مقتضای فطرت بشریه است. علی علیه السلام میگه انا ولدت علی الفطره، من مولود فطری انسانم، اشقیا مولود فطری نیستن، شقاوت را شاید شقا شبیه به اعتیادات افیونیه باشه، چقدر بشر مبتلای به این اعتیادات افیونیه است و این اعتیادات افیونیه مقتضای نفوس بشریه که نیا، شاید نفوس بشریه از عادات افیونیه تنفر داره ولیکن در نتیجه مسامحه یه وقت جوری عادت پیدا میکنه که نمیتونه از این اعتیادات افیونیه فاصله بگیره. حالا یا معاصی خدا کفر و ضلالت مبدا شبیه همین اعتیادات افیونیه است که اول مقتضای نفوس بشریه این نبوده که این کافر باشه این ضلالت پیدا کنه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. وقتی گفت دیگه این دروغ خیر نداره ما بگیم، این غیبت هم که بد نیست، این شر خمر هم حالا میکنیم بعدش توبه میکنیم، اینا نتیجهش اینه که سر به این کار دستگاه خدا والله این موجودی که خدا آفرینش کرده یه موجودیست که بگه من عرق میخوام، بعد غذا میخور، خب غذا براش مباح کردن،
طیبات میخواد، طیبات براش حلاله، تا اونجایی که مال مردم رو تزیین نکنه، مخصوب نباشه، مشروع نباشه، حقوق تزیین نشه، خب براشم برامانه. وقت بنابراین فطرت الانسان، فطرت الهدایه و فطرت الایمان و فطرت العبودیه، این فطرت را میدونی چه از دست میده؟ این فطرت را معصیت خدا. اون وقتی که دروغه رو میگه معصیت خدا رو میکنه، میگه خب خلاصه ما یک کفیز نخوردیم، کفیز همین که بدبخ شدیم، تو دیگه صلاحیت از برای رحمت الهی نداری. تو خیال نکن رحمت الهی، رحمت الهی همون غذا و مسکن و لباس و مشتریات، بهترین رحمت های الهی همون رحمتی که انبیا داشتن، اولیا داشتن. پیغمبر خدا میگه برید این درخت خوش سرد میشه، درخت سرد میشه. این با این که انسان به یه ماده برسه، یکی ها ایا میگد که موسی عیسی میگد که به مرده خبر الاکمه و الابرسه به ادنی و صحی الموتا به ادنی. خب اینا میگه الطاف خدا، تو همه سر کردی الطاف خدا. کباب برگه، خب کباب برگه که از الطافه، ولی این فضائل از الطاف خدا، از دستگاه خدا پیدا میشه. این انبیا و اولیایی که منبع از برای این آثار بودن، این آثار از کجی پیدا کردن؟ از زندگی خدا پیدا کردن. حالا وقتی انسان همتش خیلی ضعیفه، خیال میکنه همین اقتصادش که درست شد کار درسته. نه، اقتصاد باید درست باشه، علوم الهی باید استفاده کنی، از برکات خدا باید یک موجود نورانی باشی. اگر موجود نورانی بودی، چرا هر کدوم به یکی از صورتهای ائمه نگاه میکنی خوشحال میشه و بعد صورتها بعد تو میاد؟ این منظور چی ها؟ برای این است که اون جهت الهی رو دارن. وقتی جهت الهی دارن، اولیای خدا سیماشون جاذب، سیماشون جالبه. چقدر افرادی که با سوء قصد خدمت پیغمبر خدا آمدن، خدمت ائمه، وقتی سیما رو دیدن عوض. یه همچین حالا همه رحمت الهی هم اقتصاد که میاد، رحمت الهی قرآنه. یه روزی قرآن حاکم در تمام کره خواهد. این حاکمیت قرآن در تمام کره این هم یه نعمته. الان تمام این کتابخانه های اسلامی از تفسیر و اخلاق و ارزشک فقه و سیاست و که حالا چند داده تعریفات معقول و منقول، همه از آثار پیغمبر خداست. این هم یه نعمته که پیغمبر خدا الان یجب که یتیمن فبا آبا و وجد که ظالن فهدا و وجد که آئلن فهرنا. تو یتیم بودی، باب جا درست کرد، آئله داشتی، بینیادت کرد، گمراه بودی، هدایتت کردیم. نه حالا گمراهی پیغمبر خدا مثل گمراهی ما باشه. هدایت مراتبی داره، مثل این نور میمونه، نور اون لام نوره، نور هزار شمعی هم نوره، نور خورشید هم نوره. پیغمبر خدا اون هدایت کامل رو نداشت، به برکت حق هدایت کامل رو پیدا کرد. نه اینکه پیغمبر خدا اون زلالت رو عرض میشه که زلالت ما را داشت. خلاصه برکات خدا زیاده، الطاف خدا زیاده. این جهان معدن از برای علم و منقول و معقول و ماده و عرض میشه که غذا و همه چی توشه. هر کسی به حسب همت خودش استفاده میکنه، یکی به یک
اقتصاد که برسن یک افکار درسته. این منشه ضعف همت. یکی به یه مقدار معلومات که برسه خیال میکنه که کار تمامه، دیگه خب ما که از رفقا جلوتر هستیم دیگه خبر نداره که تو اگر میخوای مقیاس علم رو بکنی، مقیاس علم رو بکن با تمام بشر که نسبت به اونها یه صفری هست. پیغمبر خدا هم جزی همین بشر ها. شاید به خادم های انبیا و اولیا نشرسید تا برسه به خود انبیا و اولیا. نه اشتباهات انسانه. یه درس و بحثی که داشته اگه خوب نمرش دارد این خیال میکنه که واقعا کاری کرده. نه، همه خیلی همت عالی برای انسان مؤثر. همت عالی قانعش نمیکنه این چیزها. دستگاه خدا هم که نعمتش و انتعدو نعمت الله لا تخصوها. همت اگر همت عالی باشد انشاءالله موفقیت نصیبش میشه، موفقیت در دنیا و آخرت. و تازه از اینجا که خلاص شد اول کاره لمش کنم کنن و یک وقت میگونی یک ظلمت محضیش از این عالم میره. یه وقت داشت که یک موجود نورانیه. شاید من احتمال میدم، به کسی من نسبت نمیدم، یکی از سبهای بشر، این بشری که یه خورده زلفاشو شونه نکرده باشه ناراحت، یه خورده کلاهشو درست سر نگذاشته باشه، یه چه مکرای اینجوری سر گذاشته، یه خورده عباش وارونه باشه بهش میگن راه عباد وارونه. تو عباد وارونه تشتو میشه. این بشر در اون نشأه خلاصه ساتر که نداره، با کدوم ساتر حرکت کنه؟ اگر مرد نورانی باشه احتمال من میدم که نور به جوری او را احاطه کنه که خود نور مانع از نور ساتر همه معایب باشه. ولی اگر یه آدم ظلمانی باشه چقدر خجالت داره؟ آدم اوریان یه مرتبه بیاد بیرون خودش خجالت میکشه. مگر یه وقتی جمعیت ما یه جمعیتی شده بود تا من دیدم وقتی بهش میگفت که آخه این کارهای چی هم میکنی؟ میگفت چی؟ خواهی نشدی رسوا همرنگ جماعت بود. خب اگر جمعیت جمعیتی که یه ده نفر از حمام بدون لون بزنن بیرون، خیالم که پسرش میمدن بیرون، یه همچی اجتماع خلاصه عجیب. یا این محرمات الهی. خب ما از این بحث گذشتیم، اونو انشالله هفته دیگه بحث تازه شروع میکنیم. همتون موفق باشی، صلواتی بفرستید.